همونطوری که متوجه شدی چند روزیه که یه سری خبر داره بیرون میاد از اینکه هنری کیویل اومده و با مارول یه قراردادی رو بسته و خب این یه خبر خوشحال کننده برای طرفدارای MCU مارول به خاطر اینکه میتونن هنری کیویل رو دو دنیای خودشون داشته باشن و اینطوری میتونیم یه نقش خوبی هم ازش ببینیم که میادش اینجا بازی میکنه، ولی اینکه قراره بیادش رو کدوم شخصیت و کاراکتر رو بازی بکنه یه علامت سوال بزرگه که فعلا جوابی رو بهش ندادن، ولی خب یه سری اطلاعات لیک شده وجود داره که میتونیم بریم در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم، اینکه اصلا هنری میتونه نقش کیو توی دنیای مارول بازی کنه. دکتر دومز unrestrained use of Odin's power will soon tear the corrupting your entire world. درود به همگی، من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. تو اطلاعاتی که بیرون اومده اینطوری در مورد قرارداد هنری دارن صحبت میکنه و اونم اینه که هنری به صورت مخفیانه رفته و قرارداد جدید خودشو با مارول امضا کرده، به خاطر همین کسی اصلا خبر نداره که این قراردادی که امضا شده درباره کدوم نقش و کدوم شخصیته که میخواد بیادشو بازی بکنه، ولی خب یه سری حدس و گمانی وسط هستش. یکی از اونها اینه که قرار بیادش و نقش کاپتان بریتانیا رو بازی بکنه، از اونجایی که قبل از اینکه تو اون فاصله زمانی که یه تایمی سوپرمن بود بعدن گذاشتنش کنار، دو مرتبه برگشتش توی فیلم بلک آدم و قرار بود که دوباره بیادش نقش سوپرمن رو بازی بکنه، اون وسط تو صحبتایی که داشته چند سال پیش برگشت گفت که من خیلی دلم میخواد نقش کاپتان بریتانیا رو بازی بکنم، کاراکتریه که بازی تو نقشش میتونه هم سرگرم کننده باشه هم خب خیلی شبیه به کاپتان امریکا هم هستش، به خاطر این خب دلش میخواست بیادش یه همچین نقشی رو بازی بکنه. حرفایی که اون موقع داشت میزد خودش اینو میدونست که دیگه یواش یواش DC احتمالاً بقاش به مشکل بخوره، بخواد اونو بذارتش کنار و داشت تلاش میکرد که خودش رو برسونه حالا به مارول و دو مرتبه بتونه یه نقش هیرویی رو بازی بکنه. بعد از اونم دیدیم که گان اومدش و خواست دنیای DC رو ریبوت بکنه و تو این ریبوتی که اومده انجام داد کلن بازیگرای مطرحش هم کنار گذاشت که یکی از شخصیتایی که همه دلشون میخواست توی دنیای DC بمونن هنری بودش و اون نقش سوپرمنی که هنری کیویل بازی کرده بود همیشه دیدنی و دوست داشتنیه، ولی خب اونم کنار گذاشت. البته کاری که گان کرد یه مقدار کار عجیب غریب و سخت گیرانه بود، میتونست هنری رو نگه داره، حتی بازیگرای مطرح‌تر هم میتونست نگه داره، اون کاراکتر فرعی ها رو ریبوتشون میکرد و اونا رو وارد اتفاقات جدید میکرد، اینطوری میتونست سری داستانیش هم جلو ببره، ولی خب دیگه تصمیمی که گان گرفته و کلی هم طرفدارای DC رو ناامید و ناراضی کردش، ولی خب همه همچنان امیدوارن که بتونه فیلم سوپرمن لگسی فیلم خوبی برای استارت اتفاقات دنیای جدید DC باشه و بالاخره بتونیم اون طرف قضیه هم یه سری فیلم‌های کمیکی جذاب رو ببینیم. از اینا که بگذریم، در مورد خود کاپتان بریتانیا بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، شخصیتی که درگیری‌های تن به تن خیلی زیادی داره، هیکلش هم درشت خوب به هنری میخوره، بعضی وقتا هم از شمشیر استفاده می‌کرد، البته تایمی که از شمشیر استفاده می‌کرد خیلی تایم کوتاهی بودش. از اونجایی هم که این کاراکتری که در مورد صحبت میکنیم یه لورد انگلیسی بوده، جزو یکی از خانواده‌های بزرگ انگلیس بوده، به بازیایی هم که قبلا هنری توی فیلم‌های مختلف داشتن میخوره، از اونجایی که حالا دیدیم نقش خود سوپرمن رو بازی کرده و میتونه اون قسمت اکشنشو بیادش انجام بده، اون کاریزمایی که داشت و اینجوری این کاراکتر هم بیاد پیاده بکنه. از طرف دیگه اون فیلم‌هایی که قبلا بازی کرده و نقش لورد انگلیسی رو داشت یا بازی تو نقش ویچر، همه اینا بهش کمک میکنه که بتونه اون حالت اصالت قدیمی بودن خودش هم اینجا بیادشو بهمون نشون بده، پس میتونه تو این نقش بیادشو بدرخش، دیالوگ محبوب و دوست داشتنی و موندگارش هم میتونه اینجا بگه. از زمانی هم که هنری هم از DC بیرون اومده هم از سریال ویچر متوجه شدید که رفته با آمازون پرایم و داره سریال وارهمر درست میکنه، سریالی که قویش ربطی به دنیای کمیکی هم که میشناسیم نداره، نه برای DC نه برای مارول، پس میتونه خیلی راحت بیادش و جای دیگه هم بره بازیشو انجام بده. یه نکته که در مورد کاپتان بریتانیا وجود داره اینه که اون تو سال 1970 بود که برای اولین بار سرکلش پیدا شد و اسمش هم برایان براداکه و خب میدونیم که کاراکتری هم هستش که توی انتهای داستان اندگیم، جایی که دیدیم کاپتان امریکا توی زمان برگشت عقب و توی سال 1970 جایی که رفتش و یواشکی داشت پی کارتر رو نگاه میکرد، اون اتفاقات و احساساتی که بینشون داشت رقم میخورد و یه سری صحبتهایی که اونجا شدهش به ایجنت برادر اومدن و اشاره کردن.
پس این داره بهمون نشون میده توی دنیا MCU که تا الان داشتیم تماشا میکردیم ما برایان رو داشتیم و هست و حضور داره، ولی خب فعلا نیومدن بهمون نشون بدن و معرفیش بکنن. این میتونه یه راهی باشه برای نشون دادن این شخصیت. یه نکته هم در مورد کاپیتان بریتانیا بهتون میگم، این کاراکتری که داریم نگاه میکنیم خیلی متفاوت از اون کاپیتانیه که اومدش و پیگی بازی کرده، یعنی کاپیتان بریتانیایی که حالا پیگی اومده بود بازی کرده بود خیلی شبیه کاپیتان امریکا بود، ولی خب این کاپیتان بریتانیا اصلی که داریم با هم دیگه در مورد صحبت میکنه و نقشش هنری قرار بیادش و بازی بکنه کاملا متفاوته. حالا درسته که قدرتایی داره که شبیه کاپیتان امریکاست، ولی خب از نظر اتفاقات داستانی و اصلا منشأ اتفاقاتی که براش پیش اومده کاملا متفاوته. یکی از نشونه‌هایی که بازم ازش وجود داشت توی فیلم اترنالز بود. اگه یادتون باشه اونجا که رفتن یه سری آثار باستانی قدیمی رو جمع کردن، تینا با یه شمشیری داشت یه سری حرکت‌های نمایشی می‌زد از خودش و اونجا جایی بود که در مورد این صحبت شد که این تیغه آبنوس. خب تیغه آبنوس رو دیدیم که آخر سر دست بلک نایت رسید و خب توی یه جعبه بود و در موردشون کلی هم با هم دیگه تا الان صحبت کردیم. بعدن تینا توی صحبتش گفت نه این تیغه آبنوس نیست و این اکسکالیبوره. این کاملا داره اشاره میکنه به همون شمشیر اکسکالیبور معروفی که کینگ آرتور داشته و خب داره نشون میده که وقتی که آرتور و اکسکالیبور توی دنیا MCU بودن پس مرلین هم بوده، پس میتونه همه چیز به سمت کاپیتان بریتانیا و اتفاقاتی که براش پیش اومده حرکت بکنه. و اینجا جاییه که حتی شاید توی باز زمانی بیان بگن که اون از شمشیر اکسکالیبور هم استفاده میکرده، چون برای یه باز زمانی خیلی کوتاهی هم واقعا از این شمشیر استفاده کرده. این کاراکتر هم مثل بلک نایت جفتشون جزو خانواده‌های سلطنتی و معروف انگلیس بودن. حالا بلک نایت که میدونی بعد از اتفاقاتی که براشون میفته فرار میکنن میرن سمت آمریکا، حالا اتفاقاتی که توی کمیک و اینجا میتونن بیان این دوتا رو یه مقداری به هم دیگه حتی نزدیکشون هم بکنن. در کنار حالا مبارزه با شمشیر و قدرتایی که دیگه وجود داره برای کاپیتان بریتانیا، یکی دیگه از قدرتایی که داره اینه که میتونه از انرژی بین بعدی استفاده بکنه و خب اینم نشون میده که اون قدرت‌های خیلی زیادی رو داره. پس یکی از نقشایی که هنری میتونه بیادش رو بازی بکنه و جزو احتمالات خیلی بالا هم هستش همین نقش کاپیتان بریتانیا که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم که میتونه اتصالی بین بلک نایت هم داشته باشه. بعدن اصلا همون تیمی که دارن میسازن و هیروهایی که توی انگلیس هستن هم میتونن دور هم دیگه جمع بکنن و یه مجموعه داستانی شبیه اونجرز هم برای انگلیسی‌ها جلو ببرن که میتونه مسیر داستانو جذابش بکنه. از این طرف قضیه اگه بخوایم بریم سراغ بقیه نقشایی که در مورد صحبت میشه، قبلا در مورد این صحبت میکردن که ممکنه هنری بیاد و نقش سنتری رو بازی بکنه، ولی خب دیدیم که لوئیس انتخاب کردن تا بیاد این نقش رو بازی بکنه. یه ورژن لاغرتر و جمع جورتر از هنری هم میشه به خاطر اینکه قرار احتمالاً به اون اتفاقات قدیمی و منشأ اتفاقات زندگی اون هم توجه بکنن. خب تو اون اتفاقات این کاراکتر مقداری جمع جورتر و لاغرتر بوده، به این بازیگر جدیدی که براش انتخاب کردن بیشتر میادش. حالا اگه قرار باشه کاستومی تنش بکنه و قدرتش استفاده بکنه شاید با جلوه ویژه بیان این تغییرات رو براش درست بکنن. کاراکتر بعدی که زیاد ازش صحبت میشه هایپریونه. خب میدونید که این کاراکتر و شخصیتی که داریم ازش صحبت میکنیم جزء گروه اترنالز به حساب میاد. البته این گروهی که از اترنالز توی MCU دیدیم نه و یه گروه دیگه که بازم همون کارا رو انجام میدادن، مشابه تمام کارهایی که همین گروه اترنالز میمدش و انجام میدادش. یه نکته که در مورد این شخصیت وجود داره اینه که این کاراکتر توی دنیای مارول کاملا شبیه به سوپرمن، یعنی هم نظر قدرتی که داریم میبینیم هم منشأ داستانی که خودش میاد تعریف میکنه خیلی شبیه به سوپرمنه، ولی خب یه ورژن شیطانی تر و داغونتری از اون، یعنی یه مقداری شبیه به هوملندره ولی خب با منشأ داستانی که برای سوپرمن داشته. اون بعد از اینکه حالا تو یکی از ماموریتاش میره و اون سیاره سلسیالش میزانه بیرون منفجر میشه، پرتاب میشه سمت زمین، روی زمین برمیگرده میگه که سیاره منو نابود کردن، یه موجود قدرتمند و خیرخواه خودش نشون میده که روی زمین اومده و اینطوریه که با اینکه یکی از اعضای اترناله ولی خب داره میادش و خودش یه هیرو معرفی میکنه که یه سیاره دور اومده. خیلی شبیه اتفاقات و روند داستانیه که با سوپرمن داریم، ولی خب این ورژنی که داریم میبینیم همونطور که بهتون گفتم خیلی کاراکتر شیطانی تریه. یه نکته که این وسط داره دیده میشه اینه که انتخاب کردن هنری برای یه نقشی که قبلا بازی کرده و یادآور خاطرات خوش و خرمی که با گان داشته به نظر حرکت جالبی نیست. هیچ وقت مارول نمیاد این کارو انجام بده که یه بازیگری بیاره که قبلا سوپرمن بوده حالا بیادش هم اینجا یه نقش بازی بکنه که سوپرمن فیکه، پس به خاطر همین احتمالاً این یه گزینه کنار میره. گزینه بعدی که از صحبت میشه چند تا فنارتن از استاده بودن برمیگرده به این که اون بیادش نقش لوگان رو بازی بکنه توی دنیا MCU.
این تا حدودی این وسط بعید میاد که بیان یه قرارداد مخفیانه با هنری ببندن، یه بازیگر بزرگی بیارن که مثلا نقش لوگان رو بازی بکنه. مثلا الانی که میدونیم دیگه فیلم برداری ددپول تموم شده، پس نیازی نیستش که این قرارداد این طرف بسته میشد. حالا شاید هم توی فیلم ددپول تیری که داریم میبینیم یه نقشی ببینیم ازش که به عنوان یه گونه ای از لوگان باشه، چون میدونیم مولتیورس باز هر اتفاقی میتونه پیش بیادش، ولی خب به عنوان یه نقش اصلی فکر نمیکنم فعلا بخوان سمتش برن که اونو بیارن همچین کاراکتری بازی بکنه. شاید توی آینده دوری همچین حرکتی رو انجام دادم، ولی از تمام این صحبتایی که داره میشه نزدیکتر نقش دکتر دوم و کاراکتر منفیه که داریم میبینیم ازش استرگاه زیادی هم توی تریلر ددپول 3 وجود داشت. این داره به اون نشون میده که به هر حال باید بیان و دکتر دوم به اون معرفی بکنن، ما قراره با فیلم فانتاستیک فور روبرو بشیم، پس داره رید ریچاردز به اون نشون میده باید یه دکتر دومی هم این وسط وجود داشته باشه، اون کلکلا و درگیری ها بینشون شک بگیره. و خب در کنار تمام این حرفایی که وجود داره، الان هنری کویل هم به عنوان یکی از گزینه‌هایی که میتونه بیادش نقش دکتر دومو بازی بکنه ازش دارن صحبت میشه، چون خیلی از لیکرها میگن این قرارداد محرمانه‌ای که امضا شده اگه هیرو بودش محرمانه امضا نمیشد، احتمال خیلی زیاد اون یه ویلنه که قراردادشو مخفیانه امضا کردن تو به خاطر اینکه بتونن بیان یه سورپرایز داشته باشن اونو به اون معرفی بکنن. پس میتونیم یه نگاهی به این داشته باشیم که هنری کویل که داریم میبینیم ممکنه بیادش بعد توی دنیای MCU یه نقش منفی، یعنی دکتر دوم رو اینجا بازی بکنه، هرچند که خیلی دلشون میخواد که مورفی کسی باشه که میادش این نقش رو بازی میکنه، چون خیلی هم این نقش بهش میادش، ولی خب امکان این وجود داره که اون این نقش رو قبول نکنه و هنری کسی باشه که بیادش نقش دکتر دوم رو بازی بکنه. پس اینا رو میتونیم کنار هم دیگه داشته باشیم. توی تمام نقشه که در موردش با هم دیگه صحبت کردیم، دو تا نقش هست که احتمال بازی کردنش برای هنری خیلی زیاده. یکی همون کاپیتان بریتانیا که با هم دیگه صحبت کردیم و اتفاقاتی که میتونه توی داستان MCU با بقیه کاراکترهایی که توی انگلیس هستن با هم دیگه داشته باشن و اون طرف یه اتصال خوبی بین بلک نایت و مون نایت و اینا بیان درست بکنن، این طرف قضیه هم ممکنه که اون یه ویلن باشه، یعنی دکتر دوم بیان بهمون نشونش بدن، معرفی بکننش، یواش یواش یه داستان زمینه‌ای هم ازش بهمون نشون بدن و ما رو بکشن به سمت سیکرت وارز اتفاقاتی که با دکتر دوم داریم. در مجموع اینا تمام اطلاعاتی بود که میتونستم در مورد ورود هنری کویل به دنیای MCU بهتون بگم. اگه اطلاعات تایید شده بعدن بیرون اومدش حتما با هم دیگه در موردش صحبت میکنیم. نظر و تئوری هم اگه داری داخل کامنت ها برام بنویس، و نظرت قراره که بیادش نقش کدوم یکی از این شخصیت ها رو توی دنیای MCU بازی بکنه. لایک و سابسکرایب و زنگوله یاد نره فعالش بکنی، اینطوری میتونی محتوای جدید دسترسی پیدا بکنی، بیای توی کانال ویدیو جدیدو تماشا بکنی. این ویدیو رو هم براتون زارم اینجا که بررسی تریلر X-Men 97 هم برات گوشتم که میتونی بری این ویدیو رو هم تماشا کنی. در مجموع دیگه حرفی هم نمونه تا ویدیو بعد. بدرود.